خوان گوایدو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا میگوید آخرین مرحله از مبارزه‌اش علیه دیکتاتوری را آغاز کرده است. ساعتی پیش آقای گوایدو با پست کردن ویدئویی از خود در کنار یکی از پادگان‌های ارتش ونزوئلا مدعی است که بسیاری از نظامیان نیز عملاً از او حمایت می‌کنند. هوشمند میرفخری و جزئیات بیشتر. لیبرتاد و دموکراسی ونزوئلا. آقای گوایدو میگوید این ویدیو سحرگاه امروز به همراه شماری از نظامیان در پادگان لاکارلوتا، بزرگترین پایگاه نظامی در پایتخت ضبط شده است. در این ویدیو لئوپولدو لوپز، یکی از رهبران مخالفان ونزوئلا که در حبس خانگی است، پشت سر آقای گوایدو ایستاده است. مردم ونزوئلا، زمان اقدام فرا رسیده. این آخرین مرحله از مبارزه علیه غاصب قدرت است. برای دستیابی به آزادی و دموکراسی همه باید به خیابان‌ها آمده و تظاهرات کنیم. باید خود را به مهمترین قرارگاه‌های نظامی مثل لاکارلوتا برسانیم. برادران ارتشی را که اینجا می‌بینید تصمیم درستی گرفتند و خواستار آنند که از قانون اساسی و مردم ونزوئلا حمایت کنند. پلیس کاراکاس هنگام حضور خوان گوایدو و لئوپولدو لوپز در پایگاه هوایی لاکارلوتا با شلیک چند گلوله گاز اشک‌آور تلاش کرد تا جمعیت گرد آمده در محل را متفرق کند. امروز زمان مقابله عملی با رژیم فرا رسیده و همه باید ارتش ونزوئلا را برای پیوستن به مردم تشویق کنند. تقریبا 6 هفته پیش آقای گوایدو ویدیوی دیگری از خود و تعداد محدودتری از نظامیان را در توییتر پست کرده و گفته بود که تقریبا 800 نفر از پرسنل نیروهای مسلح ونزوئلا آشکارا از او حمایت کردند. هورهه رودریگز، وزیر اطلاعات ونزوئلا، در حساب کاربری خود در توییتر نظامیانی را که احتمال دارد به اپوزیسیون بپیوندند خائن خواند و نوشت که حکومت مادورو با آنها که قصد کودتا دارند به شدت برخورد خواهد کرد.